بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان و همراهان گرامی و خیر مقدم عرض میکنم. انشاءالله ادامه جلسات شرح دفتر اول مثنوی رو در خدمتتون خواهیم بود. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبمون شده تا در حضور شما عزیزان باشیم و همچنین این فرصت رو غنیمت بدونیم که این اثر گرانبها، این اثر ارزشمند از عارف نامی جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی رو بتونیم در حضورتون شرح تفسیر بکنیم. امروز جلسه هفتم هست که در خدمتتون هستیم. خب تا بیت هفتم هم شرح و تفسیر کردیم، متاسفانه سرعتمون یه مقدار مثل این که پایین بوده. انشاءالله توفیق پیدا بکنیم که یه مقدار با سرعت بیشتر این ابیات رو ادامه بدیم و بخونیم. البته بنده عرض کرده بودم خدمتتون قبلا که این ابیات نخستین که دیباچه مثنوی رو تشکیل میده حائز مفاهیم خیلی ژرف و عمیقی هست و اگر وقت بیشتری رو در فهم و ادراک این ابیات سپری کنیم چیزی رو از دست نمیدیم، بلکه در آینده باعث خواهد شد که مسیر رو که طی می‌کنیم به سهولت انجام بگیره و شرح باقی ابیات برامون آسان‌تر بشه. خب جلسه پیش تا بیت سر من از ناله من دور نیست، بیک چشم و گوش را آن نور نیست، خدمتتون شرح دادیم. در مورد سر بنده مطالبی رو عرض کردم خدمتتون، از جمله این که خود عرفان اصلا یک مبحث رازدانی و مکاشفه در اسرار هست. در حقیقت عارفان رازدانان این خلقت و این عالم هستند و وقتی شخصی پا به عرصه سلوک و سیر روحانی و ربانی میگذاره، در حقیقت جانش رو و روحش رو با اسراری قرین میکنه که جزء اسرار ناشناخته خلقت هست و شاید دانستن این اسرار برای هر کسی مقدر نشده باشه. عارفان و به خصوص مولانا اعتقاد دارند که اسرار شایسته این هستند که در پیش محرمان گفته بشن و نامحرم نباید این اسرار رو بشنوه، بلکه بسیاری از مردم شاید هستن از این اسرار و رازها خبردار نشن، چون اگر این رازها برای همه آشکار بشه این دور معیشت و این دور زندگی به نوعی شکسته میشه و افراد و انسان‌ها اون به قولی همتی که برای زیست عادی و حیات معمولی دارن رو از دست میدن، چون حقایق وقتی روشن بشه شاید مفاهیم پشت سر این قضیه هم روشن بشه و در اهداف و برنامه‌های همه تأثیر بذاره. بنابراین تا بماند دور غفلت چندگاه، تا اینکه این غفلت باقی بمونه و تمام پرده غفلت دریده نشه. اما خب بعضی از انسان ها که طالب این دریافت ها هستند و این اسرار هستند، به دنبال این بزرگان به قولی سرازیر میشن تا شمه ای از این اسرار خلقت رو درک بکنم و دریافت بکنم. جلسه پیش برخی از این اسرار رو در حضورتون صحبت کردیم در موردشون، از جمله این که خود بحث ادراک و معرفت چطور بحثی است و وقتی ما میگیم که معرفت حاصل کردیم و یک چیز رو درک کردیم مقصودمون چی هست. بحث ها از اینجا شروع شد که خب عقلانیت یه بخش عمده ای از ادراکات ما و مفاهیمی که ما درک میکنیم رو تشکیل میدن، ولی در عرفان عموماً عرفا
معتقدند که خود عقلانیت حاجب و حجاب دریافت‌های درونی میشه. بلکه ما وقتی صحبت از دریافت‌های معنوی می‌کنیم باید تلاش بکنیم تا فتیله عقل رو پایین بکشیم، تا این هیاهوی مغز ما، هیاهوی عقل ما خاموش‌تر بشه و در آمادگی دل برای دریافت حقایق بیشتر بشه. این یکی از اسراری بود که در جلسه پیش تا حد توان در موردش صحبت کردیم. یه سری اسرار دیگه‌ای که مثلا مولانا بهشون اشاره می‌کنه از جمله این که این سبب و مسبب، دلیل و مدلول، علت و معلولی که در عالم دیده میشه یک چیز ظاهری هست و ما رو به قولی از اصل قضیه منحرف میکنه. ما فکر میکنیم همه چیز در این عالم به خاطر این علت و معلول ها و هر معلولی علتی دارد، به خاطر علتی اتفاق میفته. و نظر مولانا این هستش که نه، اگر علتی هم باشه شاید علتی باشه که ما هیچ وقت قادر به درک اون نباشیم، علتی از ماورای این عالم در این عالم تأثیر بکنه، بلکه حتی اینکه همه علت و علل‌ها همه برمیگرده به خداوند و خداوند در حقیقت در زیر پوست این عالم کارهای خودش رو به سامان میرسونه، ولی در ظاهر ما احساس میکنیم که اتفاقات فیزیکی و مادی که در دور و برمون میفته این اتفاقات رو رقم میزنه. مثل یک دستکشی که خداوند به دستش کرده، این طبیعت مثل یک دستکشی که خداوند به دستش کرده، ولی اون دست خداوند هستش که کارها رو به سامان میرسونه، نه در حقیقت اون عوامل طبیعی. در مورد این مفاهیم یکم صحبت کردیم. یک دو مورد از جلسه قبل به خاطر زیاد وقت باقی موند، من گفتم که الان حیف اینها رو هم خدمتتون عرض نکرده باشم. یکی از اسراری که مولانا در جایی بهش اشاره میکنه در یکی از داستانهای مثنوی هست که داستان موسی و حضرت خضر هست. این داستان رو شاید برخیتون در قرآن خونده باشید. داستان از این قرار هستش که موسی با حضرت خضر همسفر میشه و در طی مسیر اتفاقات خیلی خاصی براشون میفته. حضرت خضر کارهایی انجام میده که کاملا خارق عادت هست، از جمله اینکه یک کشتی رو سوراخ میکنه، یک نفر رو میزنه میکشه، یک دیوار خرابه‌ای رو درست میکنه. و موسی در تمام این مراحل به قولی اعتراض میکنه به حضرت خضر که این چه کاری هست، ما چرا این کارها رو کردیم، که در آخر خب موسی در قرآن اومده که خضر به موسی میگه که هازا فراغ بینی و بینه، که اینجا دیگه جایی هستش که ما باید جدا بشیم، تو طاقت و تحمل همسفری و هم راهی من رو نداری. و در ضمن اون دلایلی که برای اون کارهاش بوده رو اعلام میکنه، چه دلایلی پشت سر این قضیه بوده. حالا انشالله وقتی به داستان رسیدیم این مسئله رو بیشتر صحبت میکنیم در موردش. اما یک نکته‌ای در اون داستان مولانا اشاره میکنه، میگه آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی روان. موسایی که پیامبر عظیم الشأن هست، یکی از پیامبران اولوالعزم هستش که ما میشناسیم، در پی خضری روان میشه. چرا؟ چه چیز باعث میشه که موسی در پی خضر روان بشه؟ مولانا در اونجا اشاره میکنه، میگه این عالم عاشق و معشوقی، این سیر روحانی که در درونش عشق عظیم الهی مستتر هست، این قابلیت رو ایجاد میکنه که انسان حتی در جایی که فکرش رو هم کسی دیگه ای نمیکنه به دنبال اون عشق حتی باشه، طمع داشته باشه که در هر جایی این عشق رو پیدا بکنه و به سمت خودش جذب بکنه، هر جایی که نفحه‌ای از نفحات روحانی و معنوی هست به دنبالش بره و از تفحص به دنبال این دریافت ها خسته نشه. خیلی جالب هست، مولانا در ادامه این ابیات میگه در میان بحر اگر بنشستم، تم در آب سبو هم بستم. من در میان بحر معنا نشستم، در میان بحر معنویت، دریای معنوی، همه جام رو آب فرا گرفته. و مقصود مولانا از آب هم در جلسات پیش گفتیم دیگه همون مسئله معنویت هست.
من حتی اگه در درون معرفت و معنویت اون دریافت‌های معنوی غرق شده باشم، هم اگر از دور ببینم یک کوزه آبی در گوشه‌ای هست، در اون هم طمع خواهم داشت که اون را هم حتی به دست بیارم. مولانا در جای دیگه هم میگه قناعت همه جا خوب هست، اصلا شرط با قناعت هست، مگر در عشق. در عشق من هیچ وقت نمیتونم قانع باشم، هر چقدر باشه یک ذره بیشتر هم پیدا بکنم به دنبالش روان خواهم شد و در طلب اون خواهم بود. گر طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. اگر خداوند به من رشحه‌ای نشون بده که با طمع میتونم ذره‌ای بیش از عشق رو دریافت بکنم، خاک بر فرق قناعت خواهم کرد و به دنبال اون روان خواهم شد. در ادامه این ابیات به داستان خاصی اشاره میکنه، میگه همچو داوودم نود نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. این یه داستان عجیبی هست در مورد حضرت داوود. خب در قرآن حضرت داوود پیامبر هست، ولی در تورات پادشاه هست. حضرت داوود خب به نام اون روایات یک فرد زندوستی بوده، خیلی به زنان علاقه داشته و در حرمسراش بیش از 90 به قولی همسر و بانو وجود داشته. روزی یک خانومی رو مشاهده میکنه و علاقمند میشه به این. حالا داستانش طولانی هست که این خانوم ظاهرا همسر یکی از فرمانده ها و سرداران حضرت داوود بوده. حالا به طریق به لطایف و حیل تلاش میکنه که این خانوم رو هم مال خودش بکنه و تصاحب بکنه. داستانش طولانی هست. در قرآن هم به اون اشاره شده و جایی میگه که داوود نشسته بود و مشغول عبادت بود که ناگهان دو نفر از دیوار اون معبد و یا اون صومعه داخل میشن و به این میگن که ما اومدیم برای قضاوت. داوود میگه که خب مسئلتون چیه؟ یکی از اینا میگه که من یک بز دارم و برادرم یا این کسی که باهاش اومدم این 90 تا بز داره، به من اصرار و الها میکنه که اون یک بز رو هم باید بدی به من. داوود اولش خیلی راحت میگه خب این چه کاریه، این چه طمعیه که تو داری، نباید این کار رو انجام بدی. ولی بلافاصله میفهمه که داستان چیه و میفهمه که این دو نفر از طرف خدا اومدن که به این یک نهیب بزنن که تو داری چیکار میکنی، تو چرا خودت داری همین مشابه این کار رو در مورد یکی از سردارانت انجام میدی. و در قرآن اومده که موسی داوود توبه میکنه و از این کرده خودش پشیمان میشه. در این حد در قرآن اشاره شده، ولی قسمت کامل داستان در تورات کاملا اومده. مولانا دوباره به اون اشاره میکنه، میگه همچو داوودم نود نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. در زمین عشق من دیگه نمیتونم، از داوودم بدتر میشم. میخوام که این عشق رو، این معنویت رو به دست بیارم، هر چند ذره کوچکی از عشق الهی رو هر جا ببینم در اون طمع خواهم داشت و به سمت اون خواهم رفت. غرق حق خواهد که باشد غرق‌تر، همچون موج بحر جان زیر و زبر. کسی که غرقه حق میشه میخواد که غرق‌تر هم بشه، میخواد که غرق‌تر هم بشه. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر، فرقی برام نمیکنه، من آمادگی برای همه اینها رو دارم. این یکی از اسراری هستش که باز مولانا در جاهای دیگه به ما گوشزد میکنه. در مورد خود مسئله عرفان، خب این نکته رو من یادم رفت جلسه قبل عرض کنم خدمتتون. در زبان انگلیسی یا زبانهای لاتین به عرفان، نمیدونم اطلاع دارین چی میگن، اصطلاح عرفان به معنی میستیک ترجمه میشه در انگلیسی. خود میست یعنی غبار، میستیک یعنی یه چیز رازآلود، یه چیزی که قابل شناختن نیست، هر کسی نمیتونه دست بهش پیدا بکنه. میستری یعنی راز اصلا، و از اون کلمه میستیک عارف و میستیسیزم یعنی عرفان استخراج میشه. یعنی همین تشابه رازدانی و رازشناسی در دو فرهنگ به قولی متفاوت رو به ما نشون میده.
در عربی خود کلمه عرفه معنی معانی مختلفی داره. خب تو عربی میدونیم دیگه کلمات مختلف بعضن حاوی معانی مختلفی هم هستن. عرف به معنی بو کردن هست و عارف بعضن به حالا به معنی عرفه معرفت و دانستن هم هست، ولی عارف از ریشه عرف به معنی کسی که بو میکنه و میشناسه. از بوی مسئله یک افرادی بودن در عرب که اینها در مسیر مثلا شتران میومدن مثلا اون مدفوع شتر رو بو میکردن و از اون میگفتن که مثلا چند وقت پیش از اینجا قافله رد شده، یا این قافله‌ای که بوده مثلا غذای شترش خرما دادن بهش یا مثلا یک غذای دیگه ای دادن تا این حد، و از اونجا تشخیص میدادن که این قافله قافله پولداری بوده یا قافله فقیری بوده. تا این حد میتونستن اطلاعات فقط از بو کردن این فضولات مثلا به دست بیارن. مولانا میگه که عارف هم یه همچین حالتی داره، ابتدای شروع سیر و سلوک با توسل به ابزار عقل هست و با دریافت‌های عقلی هست، ولی یواش یواش حس‌های دیگر هم در درون عارف زنده میشه و این احساسات این عارف و سالک رو به دنبال خودش میکشه. از جمله این احساس ها همین بو هست، بوی معنویت رو درک کردن. مولانا در شعری تمثیل میکنه به یک صیادی که به دنبال یک آهوی روان هست. میگه همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. اولش صیاد رد پای آهو رو میبینه و به دنبال اون روان میشه تا این آهو رو پیدا بکنه. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. یک کم که میره جلو نزدیکتر میشه، این بوی نافه آهو دیگه به مشامش میرسه، میدونه که در مسیر حقیقی قرار داره، چون این بو رو داره استشمام میکنه، میدونه که این آهو در همین نزدیکی هاست. فرد عارف، فرد سالک، شاید در ابتدای امر با خواندن مثنوی جذابیت‌های عقلی و ذهنی ایجاد بشه براش و با این جذابیت‌ها به دنبال معنویت باشه، ولی یواش یواش یک سری حس‌ها در درونش بیدار میشه و بوی معنویت به مشامش میرسه، طعم معنویت رو در زیر زبانش حس میکنه و این طعم خوشایند دیگه مثل یک قلابی این فرد رو اسیر خودش میکنه و به دنبال خودش میکشه. دیگه نمیتونه دست برداره، چون اون مزه معنویت رو چشیده، طعم معنویت رو، طعم خاص الهی رو درک کرده و این رهبر خواهد شد و این رو به دنبال خودش خواهد کشید. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رفتن رهبر است. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و طواف. یک منزل، یک مسیر رو با رهبری این بوی آهو رفتن بسیار صد می ارزد به اینکه انسان به دنبال دیده های خودش و اون عقلانیت خودش بخواد پی بکنه و دنبال بکنه. این هم از یکی از نکاتی بود که جلسه قبل خب میخواستیم در مورد این صحبت بکنیم، وقت نشد. این مسئله خود بوییدن و حس‌های دهانی در نزد مولانا یک به قولی واژه‌شناسی خاص خودش رو داره. مولانا معتقده که ما علاوه بر این پنج حس ظاهریمون، پنج حس نهانی و درونی هم داریم. پنج حسی باشد ورای پنج حس، آن چو زر سرخ باشد این چو مس. مولانا جای جای مثنوی اشاره میکنه که ما گوش گوش داریم، چشم چشم داریم، یا بینی بینی داریم، که این گوش گوش یک گوشی هست در درون این گوش، یک گوشی هست ورای این گوش که قابلیت شنیدن ناشنیده ها رو داره، قابلیت شنیدن پر ملائکه رو داره، صدای پر ملائکه رو داره. چشمی داریم، چشمی داریم که قابلیت دیدن آنچه نادیدنی است، آن بینی رو داره. به قولی استشمام بکنیم بوهایی که ماورای بوهای زمینی هست.
و این واژه شناسی البته در واژه های مولانا گسترش پیدا میکنه. در جاهایی دیگه آفتاب 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 میگه، میگه این آفتاب هم یک آفتابی هست که ورای اون آفتاب دیگه ای وجود داره. آفتاب آفتاب آفتاب، این چه میگویم مگر هستم به خواب. هر چیزی در بطن خودش ماورای خودش رو داره با شرایط اون معنوی و خاص خودش. یا در جای دیگه ای میگه تا کجا آنجا که جا را نیست، جز صنابرد مه الله نیست. از همه اوهام و تصویرات دور، نور 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 نور. شش بار این نور رو تکرار میکنه، بی هدف نیست، به خاطر این نیستش که بیاد وزن شعر رو درست بکنه. واقعا به این رسیده، واقعا این رو درک کرده و این رو به ما خواهد آموخت که چطور میشه نور 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 رو درک کرد. خب از این بیت ما باید گذر بکنیم و بیش از این در مسیر این صحبت کردن در مورد اسرار دیگه مصدق اوقاتتون نشیم. میرسیم به بیت بعدی که میگه تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیده جان دستور نیست. خب این مسئله جان و تن یکی از مسائل بسیار قدیمی در سیستم معرفتی انسان هست، نسبتی که میان جان و تن وجود داره. ولی و اصلا این که آیا برای این تنی که ما میبینیم جانی هست یا نه، و این جان چطور چیزی هست و چطور نسبت پیدا میکنه با تن، چطور ارتباط میکنه پیدا میکنه با تن. انسان ها در اعصار گذشته، ببینید در عصر کنونی معمولا میان میگن که انسان چیزهایی رو که نمیدونست به مسائل ماورایی نسبت میداد. مثلا نمیتونست درک بکنه که تفکر کردن چجور چیزی هست، احساس کردن چجور چیزی هست. از اینجا میومد میگفت که ما یک روحی داریم که این اتفاقات در اونجا میفته و جسم ما صرفاً به یک سخت افزاری میمونه که این روح رو داره حمل میکنه. در حالی که ما وقتی در تاریخ سیر میکنیم میبینیم که نه، همچین هم اینطور نیست. یعنی دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا اینا اومدن محل تفکر، محل درد، محل نمیدونم احساسات خاص، اینها رو تلاش کردن که به دست بیارن و هیچ اعتقادی نداشتن که اینها همشون وابسته وجود مسئله روح هست، بلکه فکر میکردن که از جسم هم همه اینها میتونه بر بیاد. ولی با این وجود به روح هم اعتقاد داشتن. چرا به روح اعتقاد داشتن؟ برای اینکه انسان در اعصار گذشته، در اون زمانهایی که حتی تمدنی داشت و در حد اون انسان‌های نخستینی که با شکار کردن و به قول تغییر مکان‌های متوالی زندگی می‌کردن، خب می‌دونید دیگه نسل انسان به نام اون مسئله‌ای که در تکامل مطرح میشه تقریباً یه 20,000 سالی هستش که یواش یواش شروع کرده و به سمت یک جانشینی و کشاورزی و ایجاد تمدن پیش رفته. قبل از اون انسان به صورت یک شکارچی زندگی میکرد و غذای روزمره‌اش رو همواره از شکار کردن و پیدا کردن شکارگاه‌های جدید طی میکرد. از همون دوران‌ها ما میبینیم که در اون ادبیاتی که در جسته و نهفته، جسته و گریخته در ادبیات‌های گذشته هست، میبینیم که ردپای این مسئله روح وجود داره. یعنی انسان به واقع مسئله روح رو با پشت و پوست و خونه خودش احساس میکرد. حتی از این هم فراتر ما میبینیم بعضی قبایلی هستن که اینها روح پرستن، روح بزرگ قبیله رو پرستش میکنن و اعتقاد دارن که روحی که مثلا یک بزرگی، یک پیری در قبیلهشون مرده و وفات کرده، این روح این قابلیت رو داره که بیاد قبیله رو هدایت بکنه، در مسیرهای درست اینها رو پیش ببره. وقتی که مثلا احساس میکنن که آیا باید الان مهاجرت بکنیم یا نکنیم، بهشون بگه که مثلا بله الان مهاجرت کردن به صلاح شماست، مثلا به سرما بر نمیخورید، به گرما بر نمیخورید، میتونید شکارگاه های جدیدی پیدا بکنید. تا این حد مسئله روح در زندگی انسان ها دخیل بوده. اینها در خوابیدن ها روح ها رو میدیدن، در حالت های خاصی در اون مراسم مذهبیشون روح ها رو احساس میکردن.
از همون ابتدا واژه روح شما ببینید چقدر شبیه ریح هست. ریح یعنی باد در عربی. روح و ریح اینا با هم خیلی نزدیک هستن. در زبان‌های مختلف این نزدیکی وجود داره. یک چیزی مثل باد، یک چیزی که وزیدن میگیره، یک چیزی که قابل احساس هست حتی با حس لامسه. پس این دلیل نیستش که ما بگیم فقط نادانسته هایی رو به صورت توهم به روح نسبت میدادن، بلکه با ارواح تعامل میکردن، احضار روح میکردن، با روح ها صحبت میکردن، ارتباط میگرفتن و نقش اونها رو خیلی بسزا میدونستن. خود ما هم الان برای خیلی همون اتفاق میفته، عزیزی رو از دست میدیم، در خواب این دیده میشه، میاد به خوابمون. بعضا میگن خب این کارکرد مغزه، مغز داره با یک فعلای فعالات شیمیایی این خاطره ها رو برای شما بازآفرینی میکنه. ولی بعضی وقتا اتفاق خاصی میفته، این روح میاد یک حرفهای خاصی میگه که ما هیچ وقت از اون اطلاع نداشتیم، هیچ کسی از اون اطلاع نداشته، یک درخواست های خیلی خاصی میکنه. پس ما این تجربه رو در اون تاریخ طولانی بشر همواره داشتیم. خب از طرف این انسان ها میومدن به تن نگاه میکردن، میگفتن که خب این تن از کجا اومده، هر کسی فرزند مولد کس دیگری هستش، یک والدی داره، و از اینها نگاه میکردن، میگفتن این پدران تا کجا ادامه پیدا میکنه، ما آخرش از کجا اومدیم. وقتی این توالد رو هی طی میکردن به این نتیجه میرسن که احتمال داره که همه ما انسان ها از پدری واحد به وجود آمده باشیم. اینها همه باعث میشه که خب ما یک مفهومی رو پرورش بدیم به نام این که مثلا میگیم حضرت آدم ابل بشر هست، همه انسان ها از یک پدری به نام حضرت آدم متولد شدن و بعد از اون در زمین گسترش پیدا کردن. این مسئله رو ما در منابع دینی هم میبینیم، میبینیم در تورات دقیقا بهش اشاره شده، هیچ انسانی در روی زمین نبود، خداوند آدم رو از گل آفرید، آورد روی زمین، قضیه هبوط اتفاق افتاد و بحث های حول این اتفاق میفته. خب تا سالهای اخیر همه انسان ها اعتقاد داشتن که بله خداوند همه موجودات رو به این نفع آفریده، انسان رو اینجوری آفریده، خب مرغ و خروس و گاو و خر و همه اینها رو هم به نحوی که حالا خودش میدونسته خلق کرده و برای انسان فرستاده در روی زمین. اما قرون اخیر و علم جدید به ما میگه که نه، مثل اینکه داستان یک حالت دیگه ای رو داره. شخصی به نام داروین، خب همه تون شنیدین اسمش رو، این اومد یک تئوری رو مطرح کرد به نام تئوری تکامل، که موجودات زنده در حقیقت با همدیگه اقوام هستند و از همدیگه منشعب شدن، در طول سالیان متمادی اینا به همدیگه تبدیل شدن. این مرغ و خروسی که میبینیم اینها نوه نتیجه های یک سری دایناسورها بودن که قبلا پر نداشتن و الان پر در آوردن. شما وقتی پای مرغ رو نگاه بکنید میبینید این فلس هایی که روی پوست سوسمار رو نمیدونم مارمولک و اینها هست، روی پای مرغ هم شما این رو میبینید. این دیده ها و این تجربه ها یواش یواش این تئوری رو خلق کرد که بله همه اینها از همدیگه منشعب شدن و ایجاد شدن. تئوری تکامل یواش یواش تکامل پیدا کرد خودش و شعب مختلفش اومد چفت و بست پیدا کرد و به یک نظریه علمی تبدیل شد. امروز ما حالا تا اون حدی که بنده اطلاع دارم میدونیم که کره زمین، اون زمان داروین میگفت که اگر این عالم خلقت به من 300 میلیون سال وقت بده، من میتونم اثبات بکنم که قضیه تکامل واقعیت داشته. بنابر تورات عمر زمین 6000 سال هست و حضرت آدم هم 6000 سال پیش خلق شده. تورات میگن که 6000 سال پیش خداوند تصمیم گرفت که این آدم رو خلق بکنه، زمین رو خلق کرد، آسمان ها رو خلق کرد و حضرت آدم رو خلق کرد و بقیه حیوانات رو. تا همین اواخر، تا زمان داروین، همه اعتقاد داشتن که خب یه همچی چیزی از احتمال داره. داروین گفت نه، با 6000 سال کار من بار من بار نمیشه، اون اتفاقی که باید بیفته به زعم اون تئوری های من اتفاق نمیفته، من حداقل 300 میلیون سال زمان لازم دارم تا بگم که این قضیه تکامل کاملا حقیقت داشته.
یعنی اون توالدهای زمانی رو به خودش اختصاص میده و باید یک زمانی بگذره تا هر ژنی و هر دی ان ای تغییر پیدا بکنه تا از موجودی به موجود دیگه تبدیل پیدا بکنه. وقتی نسل ها مثلا 100 نسل 200 نسل شاید بیشتر هزاران نسل طول میکشه تا یک سوسماری که روی درخت این ور اون ور میپرید یواش یواش روی بدنش پر در بیاره و این پرها یواش یواش تبدیل به بال بشن تا این بتونه پرواز بکنه و به یک پرنده تبدیل بشه. در نسل بعدی یک پرزهایی به وجود میاد، در نسل بعدی این پرزهای زده بزرگتر میشن، این ادامه پیدا میکنه تا تبدیل به پر میشه و در نسل هزارم این قابلیت رو پیدا میکنه که این پرواز کنه. داروین اومد اینها رو حساب کرد، گفت حداقل 300 میلیون سال وقت لازمه تا این اتفاقات به وقوع پیونده. اگر ما یک سلول اولیه‌ای داشته باشیم از اون سلول بخوایم برسیم به این انسان پیچیده پیشرفته کنونی که این اندام و بدن خیلی پیشرفته‌ای رو داره، حداقل 300 میلیون سال زمان لازم. بعدها علم زمین شناسی خیلی به قولی با دست باز با این قضیه به قولی برخورد کرد. علم زمین شناسی کشف کرد که عمر زمین بیش از 4.5 میلیارد سال هست، یعنی 300 میلیون سال کجا، 4.3 میلیارد حالا گفتن 4.5 میلیارد سال کجا. در حقیقت علم زمین شناسی به ما میگه که کره زمین یک تکه جدا شده از انفجار یک ستاره است، یک ستاره ای که در مدتی از زمان این یک سری فرایندهای اتمی در داخلش اتفاق افتاده، اون هیدروژنش تموم شده، سنگین‌تر شده و منفجر شده و تکه‌هایی از این در فضا پخش شده. یکی از این تکه‌ها تبدیل به کره زمین شده. این تکه مذابی که در فضا در حال سیر بود در دام جاذبه خورشید افتاده و شروع کرده دور خورشید چرخیدن، یواش یواش سرد شده، این حالت کروی پیدا کرده به خاطر چرخیدن. و چیزی که میتونن الان برآورد بکنن اینه که این اتفاق تقریبا 4.5 میلیارد سال قبل اتفاق افتاده. بعد یک سری ستاره های دنباله‌داری که حاوی آب و یخ بودن به روی زمین سقوط کردن و این باعث شده که مقدار آب در روی زمین خیلی زیاد بشه. بعد از تقریبا 600-700 میلیون سال، یعنی تقریبا 3 میلیارد و 700 میلیون سال قبل، اولین نشانه های حیات روی کره زمین دیده شده. یک سری موجوداتی که در حد ژنوم آر ان ای هست، یعنی اون چیزی که در این کرونا میگفتن ژن کرونا آر ان ای هست، دی ان ای نیست، نمیدونم خاطرتون هست یا نه، یه همچین موجودات اولیه کاملا بدوی در روی کره زمین ایجاد شده. تقریبا 1 میلیارد سال طول کشیده تا این موجودات یه ذره پیشرفت بکنن و تبدیل به یک سری باکتری ها بشن. این باکتری ها به خاطر این خاصیت تبدیل موادی که در وجودشون داشتن مثل فتوسنتز، چیزی شبیه به فتوسنتز، این دیوکسید کربنی که در آبها و در خاک ها وجود داشته رو یواش یواش تبدیل کردن به اکسیژن. با اکسیژن سطح زمین رو به فزونی پیدا کرده. شما ببینید چه برنامه‌ریزی لازم هست تا این اتفاقات بیفته. خب در آثار کنونی میگن که همه اینها به خاطر یک تصادف ایجاد شده، هیچ امر به قولی اختیاری در این زمینه وجود نداشته، میگن که اینها تصادفاً اتفاق افتاده. ولی خب ما این داستان خلقت رو بریم جلو ببینیم که چطور میتونه همه اینها تصادفی اتفاق افتاده باشه. خب بعدش میگن که در حدود 700 میلیون سال قبل اولین موجودات مثل مرجان‌ها، یک سری سخت‌پوستان ابتدایی دریایی ایجاد شدن. بعد 500 میلیون سال پیش ماهی‌ها برای اولین بار ایجاد شدن. در حدود 350 میلیون سال پیش این ماهی‌ها دیگه یواش یواش شروع کردن دست و پا در آوردن و در روی زمین حرکت کردن. اون حالت دوزیستی که الان هم ما اینا رو میبینیم، بعضی از موجودات هستن که هم در داخل آب زندگی میکنن هم در خارج آب. این دست و پاها یواش یواش تبدیل شدن به دایناسورهایی که فسیل‌هاش رو الان ما از زیر خاک در میاریم و میبینیم که چه موجودات عجیب غریبی در روی زمین زیست میکردن. اتفاقا به خاطر اینکه این اکسیژن روی کره زمین خیلی زیاد شده بوده در اون اعصار،
حجم و اندازه موجوداتی که روی کره زمین بودن هی رفته بزرگتر می‌شد و دایناسورها برای همین خیلی عظیم و جثه و بزرگ بودن. بعدها دوباره به دلایلی اکسیژن کره زمین یه مقدار کاهش پیدا می‌کنه و به خاطر اینه که ما الان یه مقدار کوچیک‌تر هستیم. اگر همون مقدار اکسیژن وجود داشت شاید اندازه انسان‌ها هم شاید 2-3 برابر اندازه کنونیشون بود. بعد از این در حدود 150 میلیون سال قبل پرنده ها به وجود اومدن. در حدود 50 میلیون سال قبل پستانداران ایجاد شدن. اولین پستاندارانی که خصوصیاتی شبیه خصوصیات انسان ها داشتن. تا تقریبا میاد میرسه به 2.5 میلیون سال قبل که اون میمون هایی که اینا حدس میزنن انسان یکی از نوادگان این میمون ها، نه اینکه میمونیم شبیه این میمون هایی که ما میبینیم، نه، میمون هایی که شاید متفاوت از این چیزهایی که ما میبینیم بودن و پدر هم اون میمون‌هایی هستن که الان می‌بینیم و پدر ماها هستن، انسان‌هایی که از اینها به وجود اومدن. تقریبا 2.5 میلیون سال قبل میگن اتفاقات خاصی افتاده، از جمله حدس می‌زنن اینکه یک سری بوته‌زارها وجود داشته و درختانی که میمون‌ها رو روی اینها گشت و گذار می‌کردن، این درخت‌ها یواش یواش کم شدن و بوته‌زارها منبع اصلی غذایی این میمون‌ها شدن. میمون‌ها رفتن داخل بوته‌زارها و به خاطر اینکه تو خطر نیفتن، حیوانات وحشی اینا رو شکار نکنن، بعضی وقتا پا می‌شدن مثلا نگاه می‌کردن اینور اونور رو، دوباره خم می‌شدن می‌رفتن. این پا شدن‌ها باعث شده که یواش یواش یاد بگیرن چطور روی دو پا راه برن. و روی دو پا راه رفتن اولین قدم بوده برای اینکه دست‌ها آزاد بشه. وقتی دست‌ها آزاد شده انسان یواش یواش اون موجودات اولیه شروع کردن با این دست‌ها ابزارسازی کردن. از سنگ تیغ درست کردن، از اینها چیزهای مختلفی ایجاد کردن و از این تیغ‌ها و تیزی‌ها و چوب‌ها استفاده کردن برای شکار کردن. شکار کردن باعث شده که پروتئین بیشتری رو به بدن خودشون برسونن. و این پروتئین بیشتر باعث شده که مغز یواش یواش رشد بکنه و رشد مغز باعث شده که این توانایی های عقلانی در بدن انسان به وجود بیاد. آبا و اجداد ما که ما بسیار به اونها شبیه هستیم و تقریبا میشه گفت که در شکل و شمایل ما بودن، انسان های هموسپیانس بودن که در حدود 100 هزار سال پیش برای اولین بار ظهور پیدا کردن. وقتی ما این فسیل ها رو پیدا میکنیم میبینیم که 100 هزار سال پیش تقریبا فسیل های بسیار مشابه فسیل های ما به دست میاد. البته اینها هم در این مدت یک تغییرات ایجاد شده درشون. حالا شاخه های مختلفی از انسان ها هم وجود داشته، مثلا انسان های نئاندرتال حتما شنیدین، یا انسان های دیگه ای که اینها رو خب انسان هموسپیانس یعنی اجداد ما همه رو از بین بردن چون رقیب احساس میکردن و در درگیری هایی که وجود داشته بین اینها معمولا اونها مغلوب میشدن چون اجداد ما خیلی باهوشتر بودن و از یه سری چیزها استفاده میکردن که اونها قابل نبودن، قابلیت اینو نداشتن. حالا این داستانش طولانی هست. تا از این 100 هزار سال پیش میاد میرسه به 20 هزار سال پیش که تقریبا انسان شروع میکنه به یک جانشینی، پرورش گندم، پرورش محصولات زراعی و به نوعی خب با اینکه تضمین میکنه حیات خودش رو و غذای خودش رو از طریق پرورش محصولات کشاورزی، ولی به نوعی خودش اسیر این محصولات کشاورزی میشه. اون انسانی که آزادانه میتونست در جنگل ها سیر بکنه، شکار خودش رو انجام بده و هیچ غم و غصه ای نداشت، دیگه شروع میکنه به غم و غصه خوردن که نکنه امروز سیل بیاد، نکنه بارون زیاد بیاد، بارون کم بیاد. و این تمدن یواش یواش در حاشیه این یک جانشینی و نشستن انسان در منطقه‌ای ایجاد میشه. تا تقریبا ما میبینیم که تقریبا 10 هزار سال پیش این تمدن‌ها یواش یواش خیلی جدی‌تر میشن و در حدود 7 هزار سال پیش ما آثاری داریم که در هولوش مثلا بین النهرین تمدن سومر به وجود میاد. چی میگیم ما به این تمدن؟ چرا میگیم تمدن؟ چون اینا قوانین داشتن، شهر داشتن، بنا مبنای یک سری قوانین نوشته شده میومدن عمل میکردن. خب این داستانی هستش که علم تکامل داره برای ما تعریف میکنه، ولی ادیان به خصوص یهودیت و مسیحیت یه چیز دیگه ای دارن به ما میگن. داستان رو از 6000 سال پیش شروع میکنن و به اینجا میرسونن. خب خوشبختانه اسلام در این مورد در قرآن
مسئله خاصی نیستش که ما بگیم حتما اشاره مستقیم میکنه که حضرت آدم اولین انسان بوده. بخشی از مفسران اعتقاد دارن که حضرت آدم اولین پیامبر بوده، نه اینکه اولین انسان. یعنی شما آیات قرآن رو بخونید میبینید که هیچ جاش نمیگه که اولین انسان بر روی کره زمین حضرت آدم بوده، نه، میگه اولین پیامبر، اولین خلیفه الهی در روی زمین حضرت آدم بوده. و با این تئوری داروینی و این نظریه تکامل هیچ تباینی پیدا نمیکنه، در حقیقت با هم دیگه چفت و جور میشن. حالا این داستان ها طولانی هست، در این مورد ها بعد هم ما میتونیم صحبت بکنیم، ولی این شناختی که در سایه تکامل در علم امروزی ایجاد میشه، یواش یواش باز همون تله کوچک کردن که جلسه پیش بهتون گفتم رو در علوم ایجاد میکنه. این که دانشمندان علاقه دارن مسئله رو برای اینکه بفهمن کوچکش بکنن، برای اینکه یک چیزی رو درک بکنن حواشی مختلف رو از اون بزدایم و بگن همین هست ولا غیر. وقتی داستان تکامل تا حدودی کشف شد و تا حدودی هم منطقی به نظر رسید، اینا گفتن خب ما که فهمیدیم این قسمت از کتاب مقدس زیاد هم همچین قابل اعتنا نبود. ای بسا اون بخشی که میگن روح هست و بعد این روح بعد از مرگ میره بهشت و جهنم و فلان و بهمان، اینها هم شاید دروغ باشه. بنابراین اینها رو هم در کنار بقیه مسائل همه رو گذاشتن در حاشیه. جلسه پیش گفتم یکی از اون دانشمندان فرانسوی هستش که گفتش خیلی بعدها در توسط دانشمندان دیگه هم هی تکرار میشد که اینکه روح اگر در زیر چاقوی جراحی من دیده بشه من اون رو قبول خواهم کرد، اگر نبینمش به هیچ وجه به روح اعتقاد نخواهم داشت. و یواشوش این استدلال قوی‌تر شد و به اینجا میرسی که امروز شما میبینید در دانشگاه ها، در مراکز علمی هیچ صحبتی از روح وجود نداره. بیشتر استاده اصلا میترسن در مورد تکامل مثلا حتی یک انقلتی بیارن، بگن که مثلا حالا ما همچینم مثلا تکامل رو 100% قبول نداریم یا قبول داریم. خیلی هزینه بر هست. استادانی وجود دارن در مثلا کشورهای توسعه یافته و مسیحی نشین که میگن ما از روز دوشنبه تا جمعه آتئیستیم و تمام اون چیزهایی که در علم کنونی هست تدریس میکنیم، ولی روز شنبه و یک شنبه میریم کلیسا و تئیست میشیم خداپرست. و این تناقض رو حالا در چه حدی در درون خودشون احساس میکنن. به هر حال نکته که وجود داره اینه که ما نباید در این تله بیفتیم که اگر فهمیدیم مثلا مسئله‌ای به نام تکامل وجود داره و واقعا منطقی به نظر میرسه، بیاییم بگیم که بس تمام انسان چیزی نیست به غیر از همین تکامل، چیزی نیست به غیر از همین جسم و هیچ روحی وجود نداره، اینها افسانه ها و خیالات هستن. اتفاقا اخیراً یک کتابی توسط یکی از فیلسوفان آلمانی نوشته شده به نام تاماس نیگل به نام ذهن و کیهان. این آقای نیگل اصلا آدم خداشناسی هم نیست، اتفاقا آتئیسته. آتئیست یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، خودش آتئیسته، جز اون جبهه خدا ناباوران هست در حقیقت. ایشون عنوان کتابش خب ذهن و کیهان یه عنوان فرعی هم داره، در عنوان فرعیش نوشته چرا باور ما به تئوری نئوداروینی به این صورتی که هست احتمال 100% غلط هست. در اونجا اشاره میکنه، میگه که ما هر چقدر هم بگیم که این تکامل وجود داشته و فلان فلان، یه سری مسائل هستش که در سایه این تکامل فیزیکی قابل توجیه نیست. مثلا همین مسئله معرفت انسانی، همین مسائل اخلاقی که در جهان به وجود اومده، همین مسئله پیچیدگی موجوداتی که وجود داره، ما اگر اینها رو کاملا واکاوی میکنه با زبان فلسفی توضیح میده و در آخر به این نتیجه میرسه، میگه که ما صرفا با مرده انگاشتن این جهان و بگیم که یک سری مولکول ها در کنار هم جمع شدن و این مولکول ها سلول های اولیه رو ایجاد کردن و این سلول های اولیه انسان رو در نهایت خلق کردن یا به وجود آوردن، این خیلی از سوالات ما رو بی‌پاسخ میذاره. چطور این پیچیدگی احتمال داره به وجود بیاد؟ بعضی از دانشمندان میگن خب این کار زمان هست، در تصادف
هر موجودی که نتونسته در این روی این زمین تحمل بکنه و بمونه از بین رفته و موجودات دیگه جای اونو گرفتن و پیشرفت کردن. ولی میگن خب هرچند و زمان هم کمک کرده، خب زمان طولانی هست دیگه، شما میبینید اولین موجودات تقریبا 700 میلیون سال طول کشید تا به اینجا برسه. خب ولی این به قولی یک سری از دانشمندا میگن نه، این مثالی که شما میزنید مثل این هستش که ما بیاییم بگیم که این پیچیدگی عجیبی که در وجود انسان هست، فقط در جسمش ها، حالا روحش کار نداره، همین جسمش این پیچیدگی بسیار خارق العاده که بین ارگان‌های مختلف، آخه چطور شده این سلول‌ها تصمیم گرفتن این چشم رو ایجاد بکنن، این سلول‌ها تصمیم گرفتن این گوش رو ایجاد بکنن، این سلول‌ها تصمیم گرفتن ارگان‌های مختلفی از بدن مثل شش، ریه، نمیدونم قلب، کلیه، همه اینها رو ایجاد بکنن، هر کدوم از اینها کارهای خودشون رو با نظم خارق العاده انجام بدن. میگن مثل اینه که ما بگیم یک مزبله ای از آهنالات و تمام چیزهایی که مثلا فرض کنید یه بوئینگ 747، یک هواپیمای 747 از چه چیزهایی درست شده، مثلا حساب بکنیم، مثلا میگیم 100 کیلو مثلا آلومینیوم، 200 کیلو مثلا مس، 50 کیلو مثلا، همش اینه دیگه. میگه همه اینا رو بریزیم کنار هم، مثلا در کنار یه جایی در این سطح سال، بعد بگیم که مثلا 4 میلیارد سال به این فخ بدیم، طی تصادف امکان داره از درون این مزبله ها یک هواپیمای بوئینگی در بیاد. آیا امکان داره؟ یه همچین چیز عجیبی به وجود بیاد، مثلا بادی، بارانی، صاعقه‌ای بزنه، این آهن و نمیدونم آلومینیوم و فلان یک جوری به هم دیگه جوش بخورن که آخر سر بشه یک نه هواپیمای مثلا 740. این تکاملی همچین چیزی هست، یه همچین سیر عجیب هوشمندانه‌ای داره. اتفاقا برای چشمی که بیناست تکامل بهترین راه خداشناسیه. کسی که تکامل رو بفهمه واقعا میتونه درک بکنه که چقدر این وابسته یک شعور عظیمی هست برای اینکه تحقق پیدا بکنه، نه اینکه ما رو بیاد از خدا دور بکنه، بلکه شاید به خدا نزدیکتر هم بکنه. این هست. خب این آقای نیگل میگه که اون خودش آخر سر پیشنهاد اینه، نمیگه که خدا وجود داره، میگه من نمیخوام چیزی به نام خدا رو بیارم این وسط، چون اگه خدا رو بیارم کلی سوال جدید ایجاد میشه که من نمیتونم به اینا جواب بدم، ولی اینجوری هم بی جان نمیتونم تصور بکنم این عالم رو. اون تئوری که داره میگه که این عالم خودش یک شعوری داره، یک شعور زمینه‌ای در تمام این عالم وجود داره، در تمام این اجسام، در تمام این موجودات، از سنگ و گل و به قولی آهن گرفته تا باد و به قولی گازهای مختلف، همه اینها شعورمند هستن، یک شعوری در درونشون دارن و این شعور هستش که میتونه ما رو به این شعور امروزی برسونه. و الا اگر هیچ نباشد نمیشه تصور کرد که چطور همچین سیری طی بشه. این داستان در مورد تن امروزه خب همه جا گفته میشه، این داستان تکامل. اما برگردیم به داستان روح. خب این روح چی هست در واقع؟ در مورد روح خب صحبت ها باز خیلی زیاد بوده. این که خب در منابع دینی اشاره کردن که روح یک چیزی هستش که خداوند مثلا در قرآن میگه که نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در درون انسان دمیدم، یا در درون انسان کامل یا آدم دمیدم. در جای دیگه مثلا در تورات ما می‌بینیم میگه که خداوند وقتی آدم رو خلق کرد در بینی او دمید تا این روح دار بشه. یا در قرآن مثلا ما آیاتی داریم وقتی این جنین رو توضیح میده که چطور تکامل پیدا میکنه در رحم مادر و این استخوان‌ها و گوشت میاد پوشیده میشه، بعد در آخر میگه و انشأناه خلقا آخر، مثل اینکه یک اتفاق دیگه ای بعد اینکه تکامل پیدا میکنه این جنین در درون این جنین اتفاق میفته، یک خلق دیگه، یک اتفاقی در درون این اتفاق میفته. اینها بخشی از اطلاعات ما هست. خب در عرفانهای شرقی هم به روح پرداخته شده، به نوعی به اون انرژیهای ماورایی، فرض کنیم در متافیزیک علومی مثل یوگا یا مثلا در بودیسم و اینا به این اشاره میکنن که ما
در درون جسم خودمون مراکز انرژی داریم که بهش میگن چاکرا، چاکراهای مختلف، هفت چاکرا که در بدن هست. اینها اعتقاد دارن که هر کدوم از این چاکراها یک جسمی دارن. یعنی مثلا این چاکرای یک ما جسمش همین جسم مادیمونه که دیده میشه، ولی چاکرای دوم یک جسم لطیفتری داره، دیده نمیشه، از اولی لطیفتره، ولی از سومی کثیف‌تر و غلیظ‌تره. یعنی چاکرای سوم ما هم یک جسم دیگه‌ای داره، چاکرای چهارم ما هم یک جسم دیگه‌ای داره، و این جسم‌ها در تو مثل لایه‌های پیاز هستند و رفته رفته متعالی‌تر میشن. یعنی نفوذ این جسم‌ها در عالم‌های ماورا بیشتر میشه و چاکرای هفتم یا همون چاکرایی که در بالای سر وجود داره در حقیقت نماینده روح ما هستش که خدایی و الهی هست و اگر پرورش پیدا بکنه حائز دریافت معنویات میتونه باشه. این هم اعتقاداتی هستش که در عرفان‌های شرقی وجود داره. در یونان قدیم هم به مسئله روح اشاره شده، یعنی افلاطون و ارسطو و اینها هم اعتقاد داشتن و میگفتن که روح و جسمی وجود داره. از طرف دیگه ما در قرآن میبینیم که معادی تصویر میشه. البته بعضی از علمای اهل تسنن مخصوصا اشعریان اعتزالیان وجود داشتن که اینا اعتقاد داشتن ما هیچ روحی نداریم، همین جسممون از بین میره و در معاد در روز آخرت خداوند دقیقا مثل ما رو دوباره خلق میکنه و با اون جسم جدیدمون عذاب میشیم یا مثلا از بهشت بهره مند میشیم. یعنی این نشون میده که مسلمانانی وجود داشتن که به روح اعتقادی نداشتن ولی به معاد اعتقاد داشتن. این دوتا با هم دیگه متضاد نیست میخوام بگم. ولی خب اکثر انسان ها اعتقاد دارن که این چیزی که به نام بشارت یا به نام عذاب در قرآن و منابع دینی وجود داره، اینها اشارهشون به روح هست و روح هستش که در جهنم عذاب میبینه و در بهشت متنعم میشه در حقیقت. و حتی مباحث دیگری مثل عالم برزخ، این که بعد از مرگ یک تجربیاتی اتفاق میفته، یا در منابع دیگری در همون عرفان‌های شرقی ما میبینیم که مفهومی به نام تناسخ هست. یعنی ما فقط یک بار به روی این کره زمین نمیاییم، بلکه این روح ما بارها و بارها جسم‌های مختلفی رو تجربه می‌کنه و در روی زمین زیست می‌کنه. و حتی کتاب‌هایی در این زمین هست. یک کتابی هست به نام استادان بسیار، زندگی‌های بسیار. یک نویسنده آمریکایی هست این رو نوشته که خودش روانشناس هست و هیپنوتیزم می‌کنه انسان‌ها رو و به زندگی‌های قبلی می‌بره یواش یواش. این اولین بار میگه که من یک انسانی رو بردم به بچگیش تا ببینم چه گره‌های روحی در بچگیش وجود داشته. دیدم هیچ گره خاصی وجود نداره. یکم بردم قبل‌تر، دیدم که این دوران نونهالیش رو هم داره برای من تعریف میکنه. گفتم یکم ببرم قبل‌تر، دیدم که این داره در مورد چیزهایی حرف میزنه که من نمیفهمم. گفتم یه ذره هم ببرم قبل‌تر، رفت یک زندگی دیگه. و از اونجا من فهمیدم که این روح قبلاً یه جای دیگه‌ای بوده، یک جای دیگه زندگی کرده. داستان کتاب اینجوری شروع میشه و زندگی های قبلیش رو توضیح میده و از اونجا میاد این تئوری رو بیشتر گسترش میده و میگه که زندگی های مختلفی وجود داره و هر انسانی چندین بار در روی این کره خاکی زندگی میکنه. حالا ما در مورد صحت و سقم این قضايا زیاد نمیخوایم حرف بزنیم، ولی میخوام بگم که تعدد نگرش ها نسبت به مسئله روح و جسم چقدر به قول زیاد هست. از اینها بگذریم، زمان اون امروز هم مثل بعد مباد گذشت، من میخواستم مسائل دیگه یه هم مطرح بکنم. خب اینجا میگه که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دیده جان دستور نیست. جان چیزی هستش که دیده نمیشه، ولی در مجموع این مستور از هم نیستن، پوشیده از هم نیستن. جسم و جان چیزی آمیخته به هم هستن، نه اینکه یکی در روی یکی. مثلا بیشتر وقتا ما میگن که روح در درون بدن هست. در کجای بدن هست؟ مثلا در وسط مثلا سینه من هست، در مغز من هست؟ نه، اصلا درون و بیرونی برای روح وجود نداره. در حقیقت مولانا میگه که این روح یکی از اون بی صورت ها هست که در آدم صورت اومده اتصال پیدا کرده و چون بی صورت هست بی مکان هم هست و شما نمیتونید بگید که مکان خاصی اصلا برای این روح وجود داره یا وجود نداره. جالب است میگه
یک جایی ببینم من این ابیات رو پیدا بکنم. جان بیکیفی شده محبوس کیف. جانی که بیکیف هست، بیکیفیت هست، محبوس این کیفیت ها شده، محبوس این جسمانیت شده. آفتابی حبس عقده اینت حیف، آفتابی حبس یک گرهی بشه حیف نیست. مولانا خیلی علاقمند بود که روحش رو بتونه به پرواز در بیاره. اصلا در جای دیگه میگه که این سنگینی که در من احساس میشه این به خاطر وجود جسم هست و الا روح هیچ گونه سنگینی نداره، همش سبکباری هست. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. خفت یعنی خفیف بودن، سبک بودن. جان همواره میخواد پرواز بکنه ولی جسم چنگالهاش رو در درون این جان فرو کرده و این رو به سمت پایین میکشه، در پایین نگه میداره و همیشه شکوه میکنه از این در بند جان، در بند جسم بودن. در جای دیگه ای مولانا یک داستانی داره در مورد لیلی و مجنون. یک روزی مجنون سوار شطوری شده بود تا به کوی لیلی بره. در راه این ناقه‌ای که سوار اون بود، این شطوری که سوار اون بود، شطور یک بچه‌ای داشت که تو ده جا گذاشته بود. اینا داشتن دور می‌شدن از ده، می‌رفتن به کوی لیلا. مجنون سوار شطور بود، بچه این شطور در ده جا مونده بود. این شطور هی میل به برگشت داشت، می‌خواست برگرده، می‌خواد بره پیش بچه‌ش. مجنون می‌خواست بره پیش لیلی. سالها گذشت، مجنون هی از خود بی خود می شد در فکر لیلی و وقتی به خودش می اومد می دید که همون جای اولش هست. مولانا میگه سالها گذشت و این چند قدمی هم نتونست به سمت لیلی بره. از اینجا مثال می زنه، میگه تویی که سوار این جسم هستی، این جسم تو مثل یک شطور هست، این روح و جان تو رو داره حمل می کنه تا به مقصد معشوق برسونه. اگر تو ولی جسم دلبستگی فیزیکی و مادی داره به اون پشت سرش، میخواد که برگرده. هر چقدر تو بخوای پابند این جسم باشی، در حقیقت نخواهی تونست این مسیر رو تا کوی لیلی و تا کوی معشوق طی بکنی. این رو در قالب داستانی میگه، گفت ای ناقه چو هر دو عاشقی، ما دو زد بس همراه نالایقی. ما هر دوتا عاشقی، من عاشق لیلی هم، تو عاشق ناقه خودت، تو این ور میخوای بری، من میخوام اون ور برم، ما همراه لایقی برای هم نیستیم. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. آنچنان افکند خود را سخت زیر، که مخلخل گشت چشمه آن دلیر. آخرش میبینه که چاره ای نیست، از روی شطور خودش رو میندازه پایین، چنان خودش رو میندازه که جسمش زخمی میشه. میگه چون چنان افکند خود را سوی پست، از قضا آن لحظه هم پایش شکست. چنان خودش رو انداخت که پایش هم شکست. پای را بربست و گفتا گو شوم، در خم چوگانش غلطان میروم. پایش رو بست، خودش رو مثل یک گویی در آورد و غلط زنان رفت به سوی لیلی. این مثال گوی شدن، اون شعر معروف که میگه در پیش سلطان میروی، این سیر ربانی است، این مصرع اولش میگه چوگان او پایت شود، یادم رفت، چون گو شوی بی دست و پا، چوگان او پایت شود، در پیش سلطان میروی، این سیر ربانی است. این سیر ربانی نیازی به اختیار، نیازی به دست و پا داشتن نداره، باید بی دست و پا رفت. این جذبه اون بوی نافه آهو که وجود داشت که صیاد رو به دنبال خودش میکشید، وقتی این جذبه بیشتر شد دیگه عاشق اختیار خودش رو از کف میده و دیگه دست و پایی در خودش احساس نمیکنه، چون دست و پا برای اختیار هست، برای این هستی که تو فکر کنی، تعقل کنی و این مسیر رو طی بکنی. وقتی بی دست و پا شدی مثل یک گوی، غلطان به سمت معشوق خواهی رفت.
بی اختیار و اختیارت رو هم در دست معشوق قرار خواهی داد. اینجا هم همون مثال رو میزنه و میگه مجنون مثل گویی شد و غلطان به سوی خانه لیلی رفت. اینجا در ادامه میگه زین کند نفرین حکیم خوش سخن، بر سواری کوفرو ناید زتن، عشق مولا کیکم از لیلا بود، گویشتن بهر او اولا بود. آیا عشق مولا کمتر از عشق لیلاست؟ اگر عاشق راستین مولا هستی، عاشق راستین خداوند هستی، این ارجحتر است که گویی شوی و مانند گوی به سوی خانه خدا بروی، به سوی خدا بروی. در جای دیگه من قبلا هم در جلسات قبل اینو گفته بودم، میگه که این بدن ما مثل یک مرکبی هست که این جان چندی بر این مرکب سوار هست، بعد از مدتی از این مرکب پیاده خواهد شد. تا زمانی که روی این زمین هست سوار این خواهد بود. تن توست همچو اشتر که برد به کعبه دل. این شتر قراره این جان تو رو ببره به سمت کعبه دل، ولی تو یادت رفته و تیمار این مرکب رو میکنی، هی به این شتر، به این خر داری رسیدگی میکنی، نمیدونی که این خر و این شتر برای این بود که این جان رو به مقصدی برسونه، به معشوقی برسونه. تن توست همچو اشتر که برد به خانه دل، ز خری به حج نرفتی نه از آن که خر نداری. تو هستی که نرفتی و الا هدف و مقصد اونجا بود. سعدی هم در این مورد یک مطلبی داره، میگه همی میردت عیسی از لاغری، تو در فکر آنی که خر پروری. حضرت عیسی معروف بود که همیشه سوار یک خری میشد و بعضی جاها میرفت. این در ادبیات عرفانی ما به این تمثیل شده که عیسی مثل روح هست، خر مثل جسم هست. عیسی سوار خر شده و از فرد گرسنگی داره از لاغری نحیف و ضعیف شده. همین میردت عیسی از لاغری، روح تو لاغر شده، تو در فکر آنی که خر پروری، ولی من در فکر این هستم که به جسم برسم. به واقع شما ببینید در این دنیای کنونی ما چقدر در فکر پرورش روحمون هستیم و در قبال اون چقدر در فکر پرورش جسممون هستیم. انواع رژیم‌های غذایی، انواع فیتنس‌ها، ورزش‌ها، لاغری، چاقی، چی کسی نمیاد به ما بگی که این روح تو در چه وضعی هست، این روان تو در چه وضعی هست، لاغر شده، ضعیف شده، حالت نزاری داره یا نه فربه هست، حالش خوب هست. به این کسی دیگه اعتنایی نمی کنه. و اصل در حقیقت اون هست، اصل روح هست. روح رو باید فربه کرد. این تن که مهمان چندگاهی هست و از بین خواهد رفت، ولی روح هست که باقی خواهد بود. البته بعضی از عرفا اعتقاد دارن که این روح بقاش به همین معرفت هست. یعنی اگر انسان برداشت لازم رو از این مزرعه دنیا نداشته باشه، به لحاظ معرفت خودش رو فربه نکنه، ای بسا دیگه روحی هم ازش باقی نمونه. بعضی از عرفا نظرشون این هست که ما فرصتی داریم برای بقا، فرصتی داریم برای اینکه این روح رو فربه بکنیم. و روحی که فربه نیست، روحی که ضعیف و نزار هست، ای بسا هیچ چیزی از اون باقی نمونه بعد از من. این هم نظری هست یعنی در بین عرفا. مولانا به این نکته هم یک به قولی عنایتی داره. در جایی میگه که اصلا این جان ما، این روح ما در حقیقت همون دانسته های ما هستند، معارف معنوی ما هستند، نه معارف دنیوی. این معارف دنیوی هیچ طرفی نخواهد بس، این معارف دنیوی همه از بین خواهد رفت. معارف اخروی، معارف معنوی، چیزی که با جان دریافت میشه، چیزی از جنس محبت، از جنس عشق الهی، اینها هستش که ما رو، جانمون رو فربه میکنه. در جایی میگه جان نباشد جز خبر در آزمون. خبر مثل این اخبار بی بی سی و اینا نه، همان خبر، خبری از اخبار، خبری که بدانی
چه هستی در یوم دین، خبری از ماورا، معرفت‌های اولا در حقیقت. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. هر کس معرفت بیشتری کسب بکنه جانش فر بهتر میشه، بزرگتر میشه. هر کس عشق الهی بیشتری رو در درون خودش پرورش بده جانش فر بهتر میشه. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه زان رو که فزون دارد خبر. خب حیوانات هم روح دارن، ولی چرا ما میگیم که جان ما از اونها افضل‌تر هست؟ چون ما معارف کسب میکنیم، ولی حیوان این قابلیت رو نداره معارف کسب بکنه. پس فزون از جان ما جان ملک. ملک هم ملائکه هم اونها معارفشون چون از ما بیشتره، جانشون از ما با جانتر هست در حقیقت. کو منزه شد ز حس مشترک، و از ملک جان خداوندان دل باشد افزون تو تحیر را بهل. ولی یک اولیای الهی وجود دارن که از ملائک هم جانشون بزرگتر و فر بهتر هست. مولانا جالب است در جایی از مثنوی میگه که اصلا این کلام مثنوی من که دارم براتون میخونم و میسرایم، این غذای ملائکه هست. ملائکه از نوری که در کلام من هست میخورند و فربه میشوند. سخنم خور فرشته است، اگر نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. میگه به من خبر بده، به من سخن بگو تا من بخورم از این نوری که در این هست، بخورم و فربه بشم. ملک داره به من میگه، ملائکه دارن به من میگن. خیلی عجیب هست. ببینید دنیای این فرد چقدر سهرگونه و عجیب هست. در جای دیگه میگه جان چه باشد با خبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریان از ضرر. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که او آگاه تر با جان تر است. اصلا شما اصطلاح با جان تر شنیده بودین؟ مثل اینکه ما میگیم یه نفر با روح تره، با جان تره. خیلی عجیبه. میگه هر که او آگاه تر با جان تر است. روح را تأثیر آگاهی بود، هر که را این بیش اللهی بود. هر چقدر این معارف بیشتر باشه الهی تر، اللهی تر خواهد. این هم نظری از مولانا هست در این مورد. خب دیگه وقتمون تموم شده. من باز یه سری مسائل رو میخواستم ذکر بکنم، باز هم فرصتمون کم بود. انشالله جلسات بعد ادامه میدیم. مخلص کلام این که مولانا در مجموع خب اعتقاد راسخی داره که ما روحی داریم و در اصل همه چیز روحی هست. جهان کلاً روحی داره و همه عالم از جنس روح هست، و این جسم رو فرعی بر اون روح میدونه، نه جسم رو اصل بدونه و روحی مثلا بیاد سوار بشه بر روی این جسم. برعکسه، یعنی پارادایم فکریش، اون نگرشش کلن متفاوت از ماست. بالا رو پایین داره میبینه و پایین رو بالا. جلسه پیش هم عرض کرده بودم خدمتتون که این تمامی این عالم مادی رو مانند کفی روی دریا میبینه. کف دریا صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. اگر میخواهی دریای معنا رو درک بکنی، دریای روح رو درک بکنی، باید از این ظواهر گذر بکنی. باید این حسهای فیزیکیت رو بیدار بکنی تا عالم معنا و عالم ماورا رو هم بتونن ببینن. چشمت رو باز بکنی، گوشت رو باید باز بکنی. و اینها به واسطه همین همنشینی با کلام اولیا، تهذیب نفس، با تدبر در درون، خودشناسی و معارفی به دست میاد که به قولی در آثار بزرگان انشالله خواهیم خون و خواهیم چین. امروز جلسه‌مون به طول انجامید. حالا قرار بود ظاهرن جلسه پرسش و پاسخ هم باشه دیگه. بنده بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. انشالله از جلسه بعد قول میدم که یه مقدار سرعتمون رو حتما بیشتر بکنیم و تعداد ابیات رو تونتون و زود بریم جلو و ببینیم که در این دریای معانی چه چیزهایی رو میتونیم سیل بکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.